کتاب تلوس فصل هفتم، مترجم مریم، کانال سوفیا ساناندا. بچه های تلوس، سوال: آیا برخی از فرزندان شما با سایر کودکانی که در سطح زمین زندگی می کنند تماس مستقیم دارند؟ خیر، فرزندان ما صدها سال است که هیچ ارتباطی با افراد سطح ندارند. ما امیدواریم و پیشبینی می‌کنیم که تا پایان این دهه این وضعیت تغییر کند. تنها ارتباط فرزندان ما با افراد سطح از طریق تلویزیون شماست. بله، ما در تلوس به شبکه تلویزیونی شما دسترسی داریم و برنامه‌های خاصی را برای لذت بردن فرزندان ما نمایش می‌دهیم. سوال: آیا کودکان سایر شهرهای داخلی یکدیگر را ملاقات می‌کنند؟ آنها قطعاً با هم ملاقات می‌کنند. ما در تعطیلات و جشن‌ها با هم هستیم. اغلب از شهرهای مختلف زیرزمینی بازدید می‌کنیم و فرزندان خود را با خود همراه می‌کنیم. ما دارای فرهنگی بسیار باز هستیم و دوست داریم معاشرت کنیم و برقصیم. ما اغلب با دوستان و خانواده‌های از فرهنگ‌ها یا شهرهای دیگر دیدار می‌کنیم و آنها به دیدار ما می‌آیند. درها همیشه باز است. برای آن دید و بازدیدها نیازی به مناسبت خاصی نداریم. همه ما به طور منظم بین شهرهای مختلف شبکه آگارتا و سایر شهرهای داخلی سفر می کنیم. وقتی والدین به هر دلیلی مثلا اجتماعی، خانوادگی یا کاری این سفرها را انجام می دهند، معمولاً از بچه ها دعوت می شود در صورت تمایل با آنها بیایند. از آنجایی که این همیشه برای آنها لذت بخش است، به ندرت این پیشنهاد را رد می کنند. آینده فرزندان ما. سوال: تفاوت بین آینده فرزندان شما و فرزندان ما چیست؟ وقتی دو تمدن ما با هم یکی شوند، فرزندان ما نیز با فرزندان شما ادغام خواهند شد. فرزندان شما و فرزندان ما اساساً تفاوت چندانی با هم ندارند. ادغام فرزندان ما با فرزندان شما با دقت برنامه‌ریزی خواهد شد. این بسیار سرگرم کننده و یک ماجراجویی عالی برای کودکان هر دو تمدن خواهد بود. بارها گفته شده است که این سیاره به سرعت در حال حرکت به جلو با تغییرات لازم است که به او اجازه می دهد منحصراً میزبان یک تمدن روشنگر باشد. دوستان من، این بدین معناست که در آینده نه چندان دور، عصر تاریک در این سیاره محو خواهد شد. دو تمدن ما از جمله کودکان برای عروج باشکوهی که مدتها منتظرش بودیم متحد خواهند شد. بیایید همه هم را در آغوش بگیریم و از طلوع دنیای جدید استقبال کنیم. همانطور که ققنوس از خاکستر بیرون می آید، دنیای کاملا جدیدی از عشق و کمال الهی با فروپاشی تمام سیستم های اعتقادی محدود کننده قدیمی شما بر می خیزد. شما سیستم های کنترل و دستکاری دولت های منسوخ را که برای چندین سال با آنها برنامه ریزی شده بودید را رها خواهید کرد. زمین را با ققنوس مقایسه کنید. او بلند خواهد شد و شما را با خود خواهد برد. اما ابتدا باید همه چیزهایی را که دیگر به شما خدمتی نمی کنند رها کنید. شما باید مایل باشید که روش‌های قدیمی زندگی منسوخ را که شما را برای مدت طولانی در محدودیت و درد نگه داشته است کنار بگذارید. خاکستر نشان دهنده پاکسازی است که زمین و تمام بشریت ابتدا از آن عبور خواهند کرد. آینده شما روشن است. دوستان من، امیدهای خود را برای خود و فرزندانتان نگه دارید، زنده نگه دارید. دنیای شگفت‌انگیزی در انتظار آنهاست و به همین دلیل است که آنها اینجا هستند. آنها راه را به شما نشان خواهند داد. آنها در روح خود از قبل می دانند که چگونه انجامش دهند. بزرگ شدن در تلوس. این بخش تا حدی اطلاعاتی از آداما
از طریق اورلیا لوئیس جونز و همچنین اطلاعاتی است که توسط شارولا دوکس از تلوس در سال 1996 منتشر شده است. در تلوس تنها زمانی که یک زوج در یک ازدواج مقدس با هم متحد شوند اجازه دارند بچه دار شوند. از آنجایی که فرزند پروری در تلوس یک پروژه بلند مدت است، زوجهایی که مایل به داشتن فرزند هستند ابتدا باید آموزش‌های ویژه والدین را ببینند. در ظاهر شما باید تحصیلات رانندگی را بگذرانید و گواهینامه رانندگی ماشین داشته باشید. اما هر بچه 16 ساله بی تجربه و بی ثبات از نظر عاطفی می تواند زایمان کند. این کودکان سطح در این مسئولیت مهم، یعنی آوردن یک زندگی دیگری به دنیا و بدون هیچ گونه آمادگی یا درک خود زندگی شرکت می کنند. کودکان متولد شده در تلوس 2 سال کامل را در مراقبت 24 ساعته با مادر و پدر می گذرانند. این برای آرایش روانی کودک بسیار مهم است. پدر را 2 سال اول زندگی کودک از وظایف مدنی خود دور می کند. پدر خود را دو سال اول زندگی کودک از وظایف مدنی خود دور می کند تا نوزاد بتواند زمانی متعادل و برابر با نمایندگان زمینی خدای پدر، خدای مادر داشته باشد. از آنجایی که دولت همه مایحتاج زندگی را تأمین می کند، مدت 2 سال برای والدین تضمین و تأمین می شود. یک کودک تازه متولد شده در تلوس به زودی پس از تولد مجموعه متشکل از 10 پدرخوانده و 10 مادرخوانده دریافت می خواهد کرد. این مزیت‌های زیادی دارد. در تلوس کودک دیگر هرگز با 20 چهره والد دلسوز احساس نمی کند که به اندازه کافی توجه دریافت نمی کند تا او را در سالهای اولیه راهنمایی کنند. معمولاً ترتیبی داده می شود که هر 10 گروه از پدرخوانده و مادرخوانده های انتخاب شده فرزندانی تازه متولد شده داشته باشند. به این ترتیب حتی اگر تک فرزند باشید، همیشه برادران و خواهران جانشینی برای تعامل و بازی خواهید داشت. همانطور که کودک رشد می کند، زمانی را صرف زندگی با هر مجموعه از پدر و مادر خواهد کرد. این یک پذیرش ناخودآگاه را القا می کند که خدای پدر، خدای مادر همیشه حضور خواهد داشت. زیرا عشق زیادی از منابع مختلف در دسترس است. بچه ها خیلی زود یاد می گیرند که همیشه مورد و عشق و محبت قرار خواهند گرفت. کودکان از 3 سالگی شروع به تحصیل در مدرسه می کنند و تحصیلات پایه آنها تا سن 18 سالگی ادامه می یابد. بین 3 تا 5 سال 5 روز در هفته آنها نصف روز در یک نمایش سازماندهی شده با هدف یادگیری مهارت‌های اجتماعی و هنری اولیه شرکت می کنند. اصولی مانند رنگ‌ها و اعداد در بازی‌های سرگرم کننده آموزش داده می‌شوند. از 5 سال به بعد آنها برای 1 روز کامل در مدرسه هستند، درست مانند مدارس در تمدن شما. البته زبانی که در مدرسه تدریس می‌شود لموریایی است، زیرا تلوس یک فرهنگ لموریایی است. زبان لموریایی از زبان جهانی کهکشان ما معروف به سولارامارو سرچشمه می گیرد. سایر زبانهای ریشه سیارهی مانند سانسکریت، عبری و مصری نیز ریشه های خود را به سولارامارو برمی گردانند. در حالی که زبان انگلیسی برای دانش آموزان اجباری نیست و به عنوان یک زبان دوم اختیاری تدریس می شود. به طور طبیعی بسیار مطلوب است که مردم ما انگلیسی یاد بگیرند و تقریبا همه این کار را می کنند. زیرا تلوس در یک کشور انگلیسی زبان واقع شده است و برنامه های رادیویی و تلویزیونی از سطح برای لذت بردن ما نظارت می شود. تمامی میزهای کودکان مجهز به رایانه هایی هستند که آنها را به شبکه جهانی انرژی و اطلاعات مرتبط می کند. از آنجایی که شبکه کامپیوتری ما بر روی اسیدهای آمینه
یک نیروی زنده کار می کند و به سوابق آکاشیک و عناصر بالاتر دستورالعمل مسیح نفوذ می کند، نمی تواند خراب شود. در نتیجه اطلاعات تاریخی و بسیار دقیق و واقعی را ارائه می دهد. معلمای همه مدارس در تلوس کشیشان و کاهنان ملکسدک آموزش دیده هستند. هنگامی که جوانان تلوسی به اندازه کافی بزرگ شوند، آنان در سن 12 سالگی دچار یک شیطنت جدی می شوند و به زمان بیشتری با دیگر همسن و سالان خود نیاز دارند. وارد گروهی می شوند که به آن گروه می گویند. این گروه یک خانواده برادری از کودکان همسن و سالهای خود هست. این گروه های 10 تا 20 نفره همگی شگفتی های دوران بلوغ و نوجوانی را با هم تجربه خواهند کرد. این گروه که به طور مساوی از دختران و پسران تشکیل شده اند، پیوندی را تشکیل می دهند که آنها را به بزرگسالی و فراتر از آن می برد. یک کشیش ملکی صدک و یک کاهن از معبد برای هدایت گروه در مراحل مختلف رشد انتخاب خواهند شد. قالب گروهی نیز در فرایند تحصیل آنها استفاده می شود و تمام یادگیری ها با هم تجربه می شود. اعضای گروه مسائل مختلف دوران نوجوانی را تجربه و به اشتراک می گذارند و با آنها آزمایش می کنند، بحث می کنند و رشد می کنند. گروه به ویژه در رسیدگی به مشکل کلاسیک رنجش در نوجوانان مؤثر است. این موضوع همه را برای یافتن راه حل خلاقانه برای حل مشکل فعال می کند. اعضای گروه معمولاً دوستان صمیمی و مادام العمر می باشند و با تمامی نقاط عطف زندگی روبرو می شوند و با هم به اشتراک می گذارند. در سن 18 سالگی و تکمیل آموزش ابتدایی، فرد مسیری را که می خواهد برای چند سال آینده زندگی خود در پیش بگیرد را انتخاب می کند. یکی از گزینه هایی که همیشه در دسترس آنهاست، مطالعات پیشرفته در زمینه های انتخابی آنهاست. مجموعه های گسترده از سوابق تمدن های پیشرفته گذشته در کریستال های نگه دارنده رکورد در کتابخانه های تلوس ذخیره می شود. گهگاه، هرچند نه اغلب، یک نوجوان انتخاب می کند که مستقیما به معبد ملکی صدق برود و آموزش روحانی را به عنوان یک فرزند تازه معبد آغاز کند. گزینه دیگر این است که مستقیما در ناوگان نقره‌ای، ناوگان سفینه های فضایی تلوسیان، وارد خدمت شوند. از آنجایی که همه شهرهای زیرزمینی اعضای فعال کنفدراسیون هستند، وظیفه همه افراد ساکن در تلوس است که حداقل یک دوره 6 ماهه در ناوگان نقره‌ای خدمت کنند. ده ها ناوگان وجود دارد که به این بخش از کهکشان خدمت می کنند. در منظومه شمسی ما، ناوگان هایی که عمدتاً فعال هستند عبارتند از ناوگان نقره‌ای، ناوگان آمیتیست و ناوگان رنگین کمان. از این 3، ناوگان نقره‌ای تقریباً منحصراً از موجوداتی است که در سیاره زمین متولد شدند، عمدتاً از تلوس و پاسید، یا همون شهر آتلانتیس واقع در زیر ماتو گروسو در برزیل است. اکثراً پیشاهنگان هستند که بیشتر به عنوان UFO هایی که در آسمان خود میبینید شناخته میشوند. پیشاهنگان ناوگان نقره‌ای از تلوس و پاسید هستند. بسیاری از تلوسیایی ها با خدمت در ناوگان نقره‌ای شغل خود را به دست میآورند، در حالی که برخی دیگر فقط به وظایف خود عمل میکنند و به خدمت در جاهای دیگری میروند. یکی دیگر از گزینه های فارغ التحصیلی شروع آموزش برای کارهای زندگی خود در تلوس است. انتظار می رود که جوانان وارد ساختار کلی جامعه تلوسیان شوند و هر کس که در تلوس زندگی می کند
پس از یک سن خاص شروع به مشارکت در نیروی کار روزانه می کند. 5 روز در هفته 4 تا 6 ساعت در روز به کار اختصاص داده می شود. این گونه است که شهر به کار خود ادامه می دهد. هر کسی می تواند انتخاب کند که در کجا می خواهد انرژی خود را قرار دهد. بنابراین شخص با انتخاب آزاد از مشقت آمیز بودن کار اجتناب می کند و به جای آن شور و شوق ایجاد می شود. برای مثال، اگر نوجوانی عاشق زمین، گیاهان و گلهاست، می تواند در باغهای هیدروپونیک کار کند تا شهر را به میزان فراوانی میوه و سبزیجات تأمین کند. اگر دختر جوانی تمایل زیادی به رقصیدن داشته باشد، می تواند به معبد برود تا توسط رقصندگان معبد آموزش ببیند. گزینه‌های دیگر عبارتند از ارتباطات، حمل و نقل، پخت و پز، تولید، کارهای خانگی و غیره. کودکان ما در سن 18 سالگی رقص خود را با زندگی آغاز می کنند. من آداما هستم و همیشه در کنار شما هستم. پایان فصل 7.